قسمت 23. ساموئل بعد از دقایقی سکوت گفت: آیا به راستی حال من برات اهمیت داره و بیماری و سلامتی من برات مهمه؟ گفتم: با اینکه میدونی عاشقت نیستم، ولی باید بگم بله، برام مهمه که تو سلامت باشی. گفت: چرا؟ گفتم: چون در اینجا تو تنها کسی هستی که میتونم باهاش صحبت کنم و تو تنها کسی هستی که میتونی منو به کشورم برگردونی. بلند خندید و گفت: چقدر احمق بودم که در یک لحظه فکر کردم تو به خاطر وجود خودم نگران حالم هستی. نگران نباش شهرزاده من. اگه برای من اتفاقی بیفته، میکائیل تو رو به ایران برمیگردونه. خواستم دهان باز کنم و بگویم که او مرا خواهد کشت، اما لب فرو بستم و دیگر هیچ نگفتم. وقتی اتاقم را ترک می کرد، لحظه ای ایستاد و گفت: زنها مردان بیمار رو دوست ندارن. طاقت دیدن اونها رو ندارن. این رو گفت و اتاق رو ترک کرد. در اون لحظه دلم براش سوخت و فکر کردم که ساموئل می ترسه بیماریش رو عیان کنه، چون ترس داره که همسرش اون رو ترک کنه و تنها بمونه. حس دلسوزی و غمخواری در من برانگیخته شد و در آن زمان فکر فرار را کنار گذاشتم و با خود عهد کردم تا زمانی که ساموئل زنده است، پرستاریش را به عهده بگیرم. با این قصد اتاق را ترک کردم و به جستجویش پرداختم. او در اتاقش روی تخت دراز کشیده بود. وقتی به درون رفتم، متعجب شد و نشست و گفت: کاری داری؟ گفتم: اومدم باهات صحبت کنم. اومدم تا بگم فقط برای خاطر خودم نیست که نگران حالتم، بلکه واقعا برای خاطر خودت هم نگرانم. اگر از این بیماری رنج میکشی، دلم میخواد بدونم و برای علاج اون اقدام کنم. مثل سائق زده ها از تخت پایین پرید و روبروم ایستاد و گفت: چرا فکر میکنی من بیمارم؟ کی بهت گفته؟ حرف بزن. شونه هامو گرفته بود و تکان تکان میداد. گفتم: هیچ کس، باور کن، من خودم حد زدم که بیماری. تو اون ساموئلی که به ایران اومد نیستی. تو روز به روز ضعیفتر میشی، رنگ صورتت پریده تر میشه. اینا رو نمیتونی مخفی کنی. شانم رو رها کرد و بار دیگر روی تخت افتاد و چشم به سقف دوخت. کنارش نشستم و گفتم: یه روز ادعا می کردی که منو بیشتر از جون دوست داری. اگه اینجوری باشه، پس حقیقتو به من بگو. آهی کشید و گفت: حرفم ادعا نبود. من هنوزم تو رو بیشتر از جونم دوست دارم. ولی تا زمانی که مبارزم رو نباختم، هیچی نمیگم. گفتم: اگر من اقرار کنم که شکست خوردم و تو پیروز شدی، اون وقت اقرار می کنی؟ به طرفم غلطی زد و گفت: یعنی میخوای خودتو تسلیم کنی؟ با تکان سر حرف او را تایید کردم و گفتم: من این کارو میکنم. گفت: اما تو چند لحظه پیش گفتی هنوز عشقی نسبت به من نداری. گفتم: بله، من عاشق تو نیستم، اما حاضرم تسلیم تو بشم. گفت: چرا میخوای این کارو کنی؟ گفتم: چون دیگه خسته شدم، میخوام برگردم. چون میخوام تو رو از عذاب این بیماری نجات بدم. چون میخوام. گریه امانم نداد. با صدای بلند گریه کردم. در میان گریه گفتم: مگه تو منو نیوردی که تسلیمت بشم؟ الان میخوام این کارو بکنم. بلند شد و سرم رو بغل کرد و گفت: گریه نکن. میدونی که تحمل گریه تو ندارم. خواهش میکنم آروم بگیر. با دست اشکم را پاک کرد و گفت: در این چند روز که من در اینجا نبودم، حوادثی در ویلا اتفاق افتاده که تو نمیخوای اون رو بروز بدی. اما من که احمق نیستم. کسی به تو چیزی گفته که تو به طور ناگهانی تغییر عقیده دادی و من تو اونو کشف نکنم آروم نمیگیرم. این رو گفت و با عجله اتاق رو ترک کرد. به دنبالش دویدم، اما او با شتاب از در خارج شد و با فریاد میکائیل را صدا زد. میکائیل با ترس خود را به او رساند. ساموئل یقه‌اش را گرفت و پرسید:
راستشو بگو، تو مدتی که من نبودم چه اتفاقی اینجا افتاده؟ تو چی به شهرزاد گفتی؟ میکائیل خود را متعجب نشان داد و گفت: هیچ اتفاقی نیفتاده. باور کن دوست من. نگاه میکائیل بر من افتاد و من با تکان سر به او حالی کردم که هیچ نگفتم. ساموئل میکائیل را رها کرد و گفت: هر دوی شما به من دروغ میگین. هم بهترین دوستم، هم تنها عشق زندگی. آنگاه قدم زنان در حالی که به سختی راه میرفت از پله ها بالا رفت. به دنبالش حرکت کردم و دیدم که خود را روی تخت رها کرد و چشم بر هم گذاشت. کنار تختش نشستم و آرام گفتم: چرا نمیخوای این بازی رو تموم کنی؟ هم خودتو زجر میدی هم منو. دستش رو روی پیشانیش گذاشت و انگار با خود سخن میگوید. گفت: اصلا فکر نمیکردم این چنین بشه. فکر میکردم تو رو به دست میارم، همونطور که دلم میخواد. نه مثل دیگران که با قطع الماسی خودشون رو در اختیارم میذاشتن. من طالب تو بودم چون تو دست نیافتنی بودی. تو سنگ و سخت بودی و من میخواستم نرمت کنم. با خود میگفتم این دختر در پشت قیافه سرد و زیباش قلبی هم داره که باید اون رو به دست بیارم. اون هم مثل دیگران با دیدن برق جواهرات و زندگی لوکس نرم میشه. من در اوایل فقط میخواستم تو رو تصاحب کنم، ولی بعد عاشقت شدم. عشقی که وجودم رو به آتش کشید و خاکستر کرد. من با تو مبارزه ای رو آغاز کردم. تو غزال گریز پایی بودی که من برای شکارت سرزمین ها رو پشت سر میگذاشتم. من از مبارزه کردن با تو خسته نمیشدم، بلکه این مبارزه به زندگی امیدوارترم میکرد. و امروز تو با گفتن این جمله تصورات زیبام رو به هم ریختی. گفتم: به هر حال هر غزالی روزی اسیر دست صیاد میشه. من در دام تو برای رهایی تلاش کردم، ولی بالاخره تسلیم شدم. پوزخندی زد و گفت: نه، من تو رو خوب میشناسم. تو اگر یقین نداشتی که من بیمارم و به زودی میمیرم، هنوزم رام نشده بودی. تو فکر میکنی من نمیدونم که میخوای به حالم ترحم کنی؟ گفتم: حق با توه، من میدونم که بیماری. یه روز تو از من قول گرفتی که پرستارت باشم و همونطور که از استاد مراقبت میکنم از تو هم مراقبت کنم. فکر میکنم اون روز فرا رسیده. تو میدونی که من هیچ وقت تسلیم نمیشم. حالا هم اگه بخوای مخالفت کنی و نذاری پرستاریت رو به عهده بگیرم، در مقابلت ایستادگی میکنم. لجاجت و سرسختی رو کنار بذار، از بیماریت برام حرف بزن. گفت: اگه به بیمار بودنم اعتراف کنم تو رو از دست میدم. گفتم: و اگه قول بدم؟ پوزخند زد و گفت: کار ما شده این که فقط به هم دیگه قول بدیم. من میدونم که پس از افشای بیماریم ترکم میکنی، این مبارزه رو به سود خودت تموم میکنی. گفتم: اشتباه تو همینجاست. من از تو فرار نمی کنم، چون نه طالب اونم نه شهامتش رو دارم. من اگر دختر جسور و با شهامتی بودم میتونستم خیلی زودتر از اینجا فرار کنم، اما چنین شهامتی رو در خودم نمی بینم. تو به من قول دادی که منو بر می گردونی و باید هم به قولت عمل کنی. من زمانی احساس پیروزی می کنم که تو در سلامت کامل منو برگردونی. من اگه پرستاریت رو به عهده میگیرم، فقط به این دلیله که میخوام هرچه زودتر سلامتی تو به دست بیاری تا به مبارزه ادامه بدیم. یک روز بهت گفتم که این مبارزه برندهی نخواهد داشت. اما اینک در این مکان و در این لحظه سخنم رو پس میگیرم و میگم در این مسابقه کسی برنده است که بتونه بیشتر مقاومت کنه. ما هر دوتامون عاشقیم. من استاد رو دوست دارم و تو هم منو. باید ببینیم نیروی عشق کدوم یکی از ما بیشتره، تو یا من. آشکارا دیدم که گونه هایش رنگ گرفتند و نور امید به زندگی و مبارزه در چشمش درخشیدند. برخاست، نشست و گفت: خوشحالم که با حالم ترحم نکردی. من به این مبارزه ادامه میدم.
اما باید بگم که تو هیچ شانسی در این مبارزه نداری. گفتم تا الان که من بردم. میدونم پیروزی از آن منه. بلند خندید و گفت پس کی بود که دقایقی پیش میخواست خودشو تسلیم کنه؟ گفتم در اون لحظه دلم برات سوخته بود ولی الان دیگه اون احساسو ندارم. همچنان که میخندید گفت قبول دارم. ولی ای کاش گفته ها تو ضبط کرده بودم. چون میدونم که اون رو دیگر تکرار نمی کنی. من هم خندیدم و گفتم برای اولین بار تو زندگی درست حد زدی. از صدای خنده ما جمیله که برای یافتنم آمده بود نیز لبخند زد و به ساموئل اطلاع داد که غذا آماده است. ساموئل زیر بغلم را گرفت و گفت شهرزاد من، برای شروع مبارزه هر دو به تجدید قوا نیازمندیم. گفتم بله همینطوره و فردا صبح تو برای تجدید قوای بیشتر باید در بیمارستان بستری بشی. فشاری بر بازوم وارد آورد و پرسید تو در بیمارستان در کنارم میمونی؟ گفتم بله میمونم. ساده به نقطه ای خیره شده بود و پلک نمیزد. گفتم آیا واقعا دوستش نداشتی؟ نگاه غمگینش رو به صورتم دوخت و گفت چرا؟ دوستش داشتم. من رباینده خودم رو دوست داشتم. آنگاه لبخند محزونی بر لب آورد و گفت من دو مرد رو همزمان با هم دوست داشتم. من طالب محبت بودم و به کسی که این محبت رو می کرد دل بستم. من عاشق ساموئل نبودم اما دوستش داشتم و قدر محبتش رو می دونستم. به همین خاطرم بود که ترکش نکردم و مثل پرستاری دلسوز مراقبتش رو به عهده گرفتم. یقین داشتم که میتونم پیروز بشم و میخواستم اون رو در صحت و سلامت کامل ترک کنم. اون با همه ثروتش تنها و بیکس بود. کسی رو نداشت تا براش غمخواری کنه. گرچه به ظاهر از این عمل بیزار بود اما قلبن خوشحال میشد. اون مثل بچه کوچکی بود که نیاز به نوازش داشت. اون در دامان معشوقه هایش به دنبال محبت میگشت اما آن را نمیافت. تمام کسانی که در کنار او بودند به خاطر رفع احتیاجشان به او محبت میکردند. هیچ کس او را به خاطر خودش نمیخواست، حتی همسرش آیدین. همسر ساموئل بازوی محرکه کابینه اسرائیل بود و مرد نیرومند اسرائیل بدون او خود را ناتوان احساس میکرد. آیدین تمام اوقات خود را با او می گذراند و از همسرش غافل بود. من هم مثل ساموئل معتقدم که سیاست چیز کثیفی است. استثمار به هر طریقی که باشد کثیف است. پول و قدرت عواطف انسانی را سرکوب می کند و از انسان آدمی می سازد، ماشینی و بدون قلب. صبح آن روز ساموئل رو برای بستری شدن آماده کردم و ساموئل اجازه داد هواپیما رو هدایت کنم و خودش به جای کمک خلبان نشست و میکائیل هم همراهی من کرد. وقتی در باند نشستم ساموئل برای اولین بار از شادی لبهایم را بوسید و گفت تو شهرزاد من زن نیستی بلکه ستاره‌ای هستی که اشتباهاً روی زمین قرار گرفته ای. ما او رو به بیمارستان بردیم. با بستری شدن اون بیماریش مشخص شد و همه فهمیدن که ساموئل به بیماری مرموزی مبتلا شده. پزشکان اسرائیلی معالجات رو شروع کردن و من پرستار خصوصیش شده بودم که یک لحظه از او غافل نمی ماند. هر روز افراد سرشناسی برای عیادتش می آمدند. افرادی با نفوذ که حتی به هنگام عیادت نیز از آنها مراقبت می شد. و یک شب هم مرد شماره یک اسرائیل به عیادتش آمد و من همراه او آیدین را ملاقات کردم. آیدین رفتاری سرد و خشن با من داشت. گویی که من یکی از افراد زیر دست او هستم. با تحقیر نگاهم می کرد و خود را برتر از من می دانست. ساموئل با آنکه حالش خوب نبود اما متوجه برخورد بد آیدین با من شد و می دیدم که از رفتار او زجر می کشد. او گهگاه برای عیادت می آمد و بیش از چند دقیقه هم نمی ماند و می رفت. از او بدم می آمد.
از رفتاری که در قبال شوهر بیمارش انجام میداد متنفر بودم. او به عنوان یک همسر باید برای شوهرش دلسوزی کند و از او مراقبت کند. اما هر بار به بهانه کنفرانس بیمارستان را ترک میکرد و میرفت. گویی برای عیادت بیماری آمده که هیچ نسبتی با او ندارد. در یکی از همین ملاقات ها ساموئل گفت: آیدین، امشب تو کنارم میمونی؟ او که دست پاچه شده بود گفت: ای وای عزیزم، مگه نمیدونی امروز یک شنبه است؟ من باید در حزب باشم. وقتی هم که جلسه تموم بشه انقدر خستم که نمیتونم پرستار خوبی برات باشم. من که مطمئنم معشوقه زیبات از تو خوب مراقبت میکنه. ساموئل گفت: اون معشوقه من نیست. اون یک انسانه. یک انسان خوب که قدر محبت رو میدونه. وقتی اون رفت ساموئل گفت: من متاسفم که همسرم اینجوری باهات برخورد کرد. گفتم: مهم نیست. اگر هر زن دیگه ایم جای اون بود همین برخوردو داشت. هیچ کس نمیدونه که میان ما چه نوع رابطه ای وجود داره. همه خیال میکنن منم یکی از معشوقاهای تو هستم. لبخندی زد و گفت: زندگی بازی غریبیه. هیچ وقت انسان ها به آرزوی خودشون نمیرسن. من همه چیز دارم اما خودم رو خوشبخت نمیدونم. ازدواج من و همسرم از روی عشق انجام نشد. سیاست چیز کثیفیه. همسرم منو دوست نداره همونطور که من اونو دوست ندارم. اون عاشق مرد نیرومند اسرائیله و من عاشق تو و تو عاشق استاد. و خدا میدونه که استاد عاشق کیست. گفتم: حق با توه. ما هر کدوم به دنبال خوشبختی و سعادت میگردیم چون نمیدونیم خوشبختی چی و سعادت کدومه. اینه که خودمونو خوشبخت نمیدونیم. در صورتی که ممکنه سعادت همین باشه که الان در اختیارمونه. صورتش رو از من برگردوند و گفت: من خوشبختی رو در کنار تو حس میکنم. اونو از من نگیر. من مدت زیادی زنده نمیمونم. بذار احساس کنم خوشبخت زندگی کردم و خوشبخت هم از دنیا میرم. گفتم: باز که حرفای مایوس کننده میزنی. من توهین و تأخیر دیگرون رو به جون خریدم فقط برای اینکه تو زودتر بهبود پیدا کنی تا بتونیم به مبارزه ادامه بدیم. اگه بدونم امیدی به زنده بودن نداری رهات میکنم و میرم. وقتی صورتش رو به طرفم برگردوند قطره اشک از گوشه چشمش به بیرون چکید و گفت: من خوب میشم چون تو میخوای. اما حقیقت آن بود که او با مرگ فاصله ای نداشت. من و پدر ساموئل در مورد حال او زیاد به گفتگو می نشستیم و در بین ما دوستی و صمیمیت نامحدودی شکل گرفته بود. میکائیل حقیقت را به او گفته و او چون می دانست که من تنها به خاطر قولی که به ساموئل دادم پرستاریش را می کنم ارزش کارم را درک کرده و رفتاری متواضعانه داشت. او هم به خاطر ساموئل مرا شهرزاد خطاب می کرد و گاهی هم دخترم می گفت. آزمایشات گوناگون ساموئل را رنجورتر و نحیفتر ساخته بود. چشمانش گود رفته و بیفروغ شده بودند. رگهای بدنش به قدری حساس شد که تزریق به سختی انجام می گرفت. او خودش دریافته بود که بهبودی غیر ممکن است. پس از پدرش خواست تا او را از بیمارستان خارج کند و به لبنان بازگرداند. در مقابل این سخن ساموئل، پدرش گیج و متحیر نگاهش را بر من دوخت. گفتم: هر چی که میگه انجام بدین. ما ساموئل را با تخت در هواپیما گذاشتیم و یک دکتر و یک پرستار ما را همراهی کردند. در ویلا همه چیز برای ورود ما آماده شده بود. اتاق ساموئل به بخش جراحی تبدیل شد و هر روز از سراسر دنیا پزشکان برجسته‌ای برای عیادت او می آمدند. اما همه آنها بی نتیجه باز می گشتند.